که کسی مثل من که محصولات آنجکس استفاده کردیم و حالا دمودکس ها از بین رفتن، اون استرس این که نکنه دوباره این برگرده با همون وجود داره. به خاطر همین با توجه به اینکه حالا یه سری هم منطقی شاید باشد، قیمت محصولات آنجکس به خصوص اسپری پی دی تی قیمت بالایی داره، کسی مثل من حالا شاید به خاطر وسواس یا اون استرسی که داره ترجیح میده این محصول رو به صورت دوره‌ای همچنان استفاده کنه، ولی اون عذاب و اون شرایط بدی که تو اون 4 ماه من تجربه کردم، چون طی پروتکل درمان آنجکس اون مشکلی که قبلش وجود داره تو 1 تا 2 ماه اول چندین برابر میشه و علتش هم همون نابودی دمودکس هست و من واقعا این تجربه کردم. رو حساب همین ترجیح میدم الان یه هزینه داشته باشم و دوباره اون 4 ماه رو نخوام تجربه بکنم. با توجه به اینکه این دمودکس ها حالا مثلا تو ایونت های مختلفی تو زندگی هر کسی پیش میاد، مراسم روبوسی، حالا شرایط مختلفی پیش میاد، اگر دمودکسی روی پوست من مثلا منتقل بشه چقدر طول میکشه که این تراکم به حدی برسه که من دوباره دچار مشکل بشم؟ یعنی مثلا میخوام ببینم که این پیدیتی رو من هفته 1 بار استفاده رو کنم کفایت میکنه یا نه، باید مثلا یه پروتکل زمانی خاصی رو شما میتونید راهنمایی کنید که من اون رعایت کنم که یک موقع این احتمال صفرش به احتمال این که ایجاد بشه تبدیل نشه. اینو خواستم از حضورتون سوال. بله، خیلی ممنون از اینکه تجربه خودتون رو با ما به اشتراک گذاشتین و مانند بسیاری از عزیزانی که ظرف چند سال گذشته از محصولات آنجکس استفاده کردن و موفق شدن با رعایت دستورالعمل‌ها در حقیقت مشکل تراکم دمودکسشون رو برطرف کنن. البته حالا وقتی پروتکل میشن تو شما فرمودین بخشش محصولات هست، بخشی از اون رعایت صحیح استفاده از محصولات، بخش دیگر اصلاح عادت‌های اشتباه یا لایف استایلی هست که باید ما داشته باشیم و همچنین حالا یک سری ابزاری که میتونه در کنار محصولات آنجکس مثل دستگاه هایپرتنس اینسترومنت استفاده بشه و ما بتوانیم نتایج بهتری و پایدارتری رو نگه داریم. چند تا نکته در سوال شما مطرح شد که من فکر میکنم ممکنه جز سوالات متداول باشه. تو بخش قبلی هم بهش اشاره شده بود، بحث در حقیقت احتمال برگشت دمودکس ها جز سوالاتی که عزیزانی که نتیجه گرفتن مخصوصا نگرانی بیشتری دارن، یا کسانی که محصولات رو استفاده کردن بعد از اون ممکنه که احیانا به دلیل عدم رعایت یه سری مسائل بسیار ساده ولی حیاتی احیانا دوباره دمودکس سراغشون بیاد. البته این رو من توضیح میدم که این احتمال بسیار بعیده اگر شخص در حد پروتکل رو وقتی کامل میکنه بعد از اون هم رعایت ها رو داشته باشه احتمال برگشت کمه، اگرچه منتفی نیست. هیچ اصل 100% و قاطعانه‌ای رو هیچ کسی در هیچ جای دنیا نباید مطلبی رو بیاد به صورت قاطعانه بگه، به خاطر اینکه به هر حال این احتمالات منوط به یه سری شرایطی که باید اون شخص هم رعایت بکنه. من الان به صورت خلاصه اول خدمتتون عرض کنم که اگر پروتکل رو درست رعایت بفرمایید، تریتمنت رو کامل بکنید و اون دستورالعمل‌ها رو تا آخر عمر رعایت بکنید، احتمال برگشت دمودکس خیلی بعیده، چرا که شما دیگه میزبان مناسبی برای رشد و نمو دمودکس ها، برای تکثیر دمودکس ها پوست شما نخواهید. حالا اینها بعضیش ممکنه ساده به نظر بیاد اما رعایت نکنید. مثلا توی صبح فرمایشاتون بحث روبوسی بود، بحث این بود که در جامعه زندگی میکنیم ممکنه مثلا فرض کنیم که بریم آرایشگاهی از حوله مشترک اونها استفاده بشه، خب اینها ریسک برگشت دمودکس رو بیشتر میکنه. هر چقدر ما سعی کنیم که از آنچه که با پوست ما در ارتباطه با دیگران در ارتباط به اشتراک نگذاریم، ریسک انتقال دمودکس ها کم میشه. من به خاطر میام یه عزیزی در یکی از این گروه هایی که به هر حال با ما ارتباط داشتن بودن، ایشون هم مثل شما و مثل خیلی از عزیزانی که نتایج خیلی خوبی گرفتن نتایج شگفت انگیزی گرفته بودن، خودشون میگفتن که من الان دیگه روبوسی رو قطع کردم، به جای روبوسی حالا بغل میکنم شخص رو، به هر حال با یک تکنیک هایی سعی میکنم که عادت هایی رو جایگزین بکنم، مخصوصا اگر در یک محفلی
هستیم، مهمانی هستیم و افراد ممکنه که آرزوهای پوستی داشته باشن. طبیعتاً افرادی که آرزوهای پوستی دارن معمولاً میتونه مخصوصا موارد مثل روزاسه یا آکنای مقاوم به درمان افسالهم تراکم بالای دمودکس بشه و احتمال انتقالش رو داشته باشه. پس یکی بحث پیشگیریه، عدم استفاده از حوله برای صورته که این رو باید فرهنگ سازی کنیم. من حالا تو بحث پیشگیری هم خدمتتون فکر کنم تو بخش اولم عرض کردم ولی یه بار دیگه یادآوری می‌کنم، دمودکس ها یک بخش با بحث بیماری ها هستش که ما به عنوان تریتمنت بهش می‌پردازیم، یک بخش بحث کسانی که دنبال فرض کنیم کاشت مو هستن یا بحث‌های به هر حال زیبایی هست، باز اونجا نقش پری تریتمنت داره که باید قبل از اینکه سراغ روش‌های درمانی دیگه برن حتما این تست دمودکس رو بدن و به عنوان پری تریتمنت پیش شرط اون در حقیقت تریتمنت استفاده کنن. و بخش سوم که شاید الان در این همایش کمتر کسی به اون توجه میکنه بحث پیشگیریه، ولی برای کسانی که محصولات رو استفاده کردن این قسمت پیشگیری بیشتر سوال متداول میتونه باشه. اگر ما از بچگی از کودکی بدانیم چه روش‌هایی چه کارهای ساده‌ای رو میتونیم رعایت بکنیم، به فرزندانمون آموزش بدیم که اونها رعایت بکنن، چه بسا بدون استفاده از آنجکس هم از دوران کودکی میتوانستن در حقیقت تراکم جمعیت دمودکسشون رو کنترل کنن. ولی وقتی با این مشکل برخورد می‌کنیم و تراکم دمودکس ها زیاد میشه، دیگه گریزی ازش نیستش که باید از محصولات آنجکس همراه با پروتکل رعایت بشه. خب یکیش مثلا فرض کنید دوش گرفتن با آب سرده، این رو باید ما این عادت رو برای خودمون نهادینه بکنیم که حتما با آب خنک آبکشی بکنیم.